بازداشت عاملان انفجارهای بامیان توسط امنیت ملی. مرد در هرات پدر و پدر زنش را کشت. کشته شدن بیشتر از 50 جنگجوی طالبان در قندهار. حمله مسلحانه مستقیما بر جان امرخیل. 3 نفر در ننگرهار کشته شدند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتون بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده به این کانال را نیز سابسکرایب کنید. ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده است که نیروهای این نهاد در جریان یک عملیات یک تن از عاملان انفجارهای بامیان را بازداشت کرده است. این ریاست امروز پنجشنبه نویدل در اعلامیه گفته است که شخص بازداشت شده عارف حسین نام دارد و عضو گروه گلابودین مسئول گروه تروریستی طالبان در ولایت بامیان بوده است. ریاست امنیت ملی افزوده است که این شخص مسئول انتقال ماین‌های چسبکی و مواد انفجاری این گروه در ولایت بامیان بود که در آخرین مورد چندین حلقه ماین چسبکی و بشکه‌ای را در این ولایت انتقال داده است. در ویدیویی که از سوی امنیت ملی نشر شده آمده است که این فرد دست داشتن در انفجارهای بامیان را تایید کرده و گفته است که توسط گلاب‌الدین استخدام شده و سپس موادهای انفجاری را به داخل شهر بامیان انتقال داده است. گفتنی است که در 4 قوز در شهر بامیان چندین انفجار رخ داد که 20 تن کشته و 60 تن زخمی شد. مرد در هرات پدر و پدر زنش را کشت. منابع امنیتی در ولایت هرات میگویند فردی در ولسوالی اطرسکن این ولایت 2 نفر دیگر را به قتل رسانده است. گزارش شده است که فرد قاتل پدر و پدر زنش را تیرباران کرده است. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی پلیس هرات به خبرگزاری فوق گفت این رویداد روز چهارشنبه 8 دل و در مربوطات ولسوالی اطرسکن رخ داده است. او گفت که قاتل از ساحه فرار کرده و قضیه در دست بررسی است. در این زمینه عبدالعلی فقیریار ولسوال اطرسکن به رسانه ها گفته است که یک مرد پدر و پدر زن خود را به ضربه گلوله به قتل رسانده است. اما سخنگوی پلیس هرات گفت که نزد پلیس اطلاعاتی که گویا فرد قاتل با 2 مقتول نسبت فامیلی داشته باشد وجود ندارد. گزارش شده است که مقتولان از بزرگان قومی ولسوالی اطرسکن نیز بودند. در این حال وزارت دفاع ملی اعلام کرده است در یک عملیات مشترک تصفیه‌ای در قندهار 52 جنگجوی طالبان کشته شدند. این وزارت امروز پنجشنبه 9 دل در یک اعلامیه گفته است که نیروهای دولتی در ساحات بابران ولسوالی ارغنداب، خیبرغر ولسوالی پنجوایی و یاروقلعه ولسوالی دمنه ولایت قندهار عملیات مشترک تصفیه ای را راه اندازی کردند. به گفته این وزارت در این عملیات 52 طالب کشته و 16 تن دیگرشان زخم برداشتند. وزارت دفاع ملی افزوده است که در این عملیات 2 اراده و واسطه نقلیه، 5 اراده موترسایکل و مقدار سلاح و مهمات به دست نیروهای امنیتی افتاده است. و گفته این وزارت نیروهای امنیتی 19 حلقه ماین زده وسایط را که طالبان در مربوطات ولسوالی شیره قندهار جهت هدف قرار دادن غیر نظامیان و نظامیان جابجا کرده بودند نیز کشف و خونسا شده است. پاکسازی 15 روستا در بادخیز. از سوی دیگر وزارت دفاع از پاکسازی 15 قریه در ولسوالی مقر بادغیس از وجود طالبان خبر داده است. این وزارت گفته است که در این عملیات 26 طالب کشته و 12 تن دیگر هم زخم برداشته است. وزارت دفاع افزوده است در این عملیات 16 میل سلاح،
و 20 موترسایکل طالبان هم تخریب شده و 3 موترسایکل نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. در این حال مقام های محلی در ولایت ننگرهار می گویند که ضیاءالحق امرخیل والی این ولایت صبح امروز پنجشنبه نایدل از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت و از این حمله جان به سالم بدر برده است. نیلوفر عزیز عضو شورای ولایت ننگرهار به خبرگزاری افق گفت که والی و همراهانش انگام بازگشت از مراسم افتتاح یک مسجد جدید در ولسوالی هسکمینه در منطقه جودره این ولسوالی مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. این عضو شورای ولایتی افزود که در این رویداد به والی و همراهانش آسیب نرسیده است، اما دو محافظان آن زخمی شده است. این در حالی است که صبح امروز در دو رویداد جداگانه در این ولایت 3 تن کشته شدند. فرید خان سخنگوی پلیس ننگرهار به خبرگزاری افق گفت که بر اثر انفجار کنار جاده‌ای در ساحه گنده چشمه شهر جلال آباد 1 تن کشته و 3 نفر دیگر زخم برداشته است. سخنگوی پلیس ننگرهار افزود که در یک رویداد دیگر 2 تن که گفته می شود کارمند مستوفیت ننگرهار بودند نیز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شدند. فرید خان گفت که عاملان این رویداد پس از قتل این 2 نفر از ساحه فرار کردند. با گفته او تحقیقات پلیس ننگرهار در این زمینه آغاز شده و این نیروها تلاش می کنند تا عاملان این رویداد را دستگیر کنند. ترورهای مسلحانه و بمبگذاری های هدفمند در کشور به شدت افزایش یافته است. دولت و کشورهای خارجی طالبان را عامل بخش عمده این اقدامات می دانند. اتهامات که طالبان آن را همواره رد می کنند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.